و خوش اومدین به بخش دوم برنامه های امشبمون. موسیقی رپ در واقع از سال 1980 میلادی از بین سیاه پوستان فقیر متولد میشه. این موزیک یک موزیک خیابونی و اعتراض آمیز هستش. در واقع این موزیک از پیش پا افتاده ترین کلمات استفاده میشه. و رپ فارسی یه قسمتی یا شکلی از موسیقی رپه که همونطور که از اسمش مشخصه به زبان فارسیه و البته خیلی شباهت‌ها با رپ غربی داره، اما خب در این حال خیلی تفاوت‌ها با رپ غربی داره که این سبک رپ فارسی در ایران از اواخر دهه 70 خورشیدی خیلی طرفدار پیدا کرده و خیلی از خواننده‌ها در این زمینه البته به صورت غیر مجاز یا همون زیرزمینی فعالیت می‌کنن. به همین مناسبت یه خواننده ایرانی داریم همینجا، یه رپر ایرانی همینجا توی لندن که آهنگاش هم فکر کنم شنیدیم به اسم عید امسال، تولد دوباره، چرا و فریاد و خیلی آهنگای دیگه. خانم آقایون، امین بیگ ای. سلام امین جان، خوش اومدید. مرسی، خوبی؟ از طولانی شنیدم اومدی؟ آره، از فام را. خیلی طولانی نه؟ تقریبا 45 مایل. 50 مایل. 50 مایل. یعنی چقدر طول بودی؟ یه ساعت و نیم تقریبا. خسته نباشی. مرسی که تو استودیومون اومدی. مرسی از دعوتتون. خیلی ممنون. یه سری سوالات داریم. میخوام یکم سوال پیچت کنیم امروز. خب سوال اولم اینه که از کی شروع کردی یا علاقت به رپ از کی شروع شد؟ والا علاقم به رپ بچگی دوست داشتم. از بچگی اصلا خوانندگی رو، کار انترتینمنت رو دوست داشتم، چه بازیگری، خوانندگی، ولی هیچ وقت اونجوری پشتش نبودم، پشت سرش نرفتم بخوام ادامه بدم. تا موقعی که اومدم اینجا و یادم اولین آهنگ، اولین آلبوم رپی که شنیدم آلبوم امینم بود، داداشم آلبوم مارشال ماترزش بود، بعد داداشم همش خوراکش بود، اونها گوش میداد. منم زیاد اولش راستش خوشم نیومد از سبکش، چون انگلیسیم خوب نبود، فقط فوشا رو میفهمیدم توش. امینم هم که ماشاءالله ماشاءالله استاده. هی فوشا من زیاد خوشم نیومد، دیگه داداشم منم بی خیال نمیشد، هی گوش میداد آهنگا رو. من دیگه مجبور شدم خواستم ببینم دیگه چی میگن. رفتم متن آهنگا رو، لیریکسشون رو رفتم رو اینترنت خوندم و چیز کردم، نگاه کردم بشتم نه واقعا یه هنری پشتش هستش، هر کسی نمیتونه اینجوری که داره امنم کار میکنه بخونه. و از اونجا بود که دیگه جورایی مثل ویروس افتاد به جون من، یا من شاید مثل ویروس افتادم به جون. فرق نمیکنه. امین جون، بیشتر راجع به چه موضوعاتی میخونی؟ راستش دوست ندارم فقط به یه نوع موضوع، یه سابجکت تقریبا گیر بدم، یه موضوعی رو گیر بدم، چون دوست دارم شنوندم وقتی مثلا کسی که آهنگ منو گوش میده بتونه خودش رو جای من بذاره، چه آهنگ پارتی باشه، چه کار اجتماعی باشه، چه در مورد زندگی خودم باشه، چه چیزایی که دور و بر میبینم. سعی میکنم بیشتر از گذشته خودم، از چیزایی که تو زندگیم برام اتفاق افتاده، دور و برم که به نزدیکانم اتفاقی که افتاده براشون، سعی میکنم از اونا بیشتر استفاده بکنم. و در ضمن بستگی داره به اون روز که تو چه حسی هستی. موقعی که میخوای شعر بنویسی یه بیت میشنی، مثلا بیتش یکم غمگینه و یه مقدار تاریکه بیت، خب سعی میکنی رو همون کار بکنی. درست. اگر حسش باشه. کار مختلف دوست دارم بکنم، دوست ندارم فقط. ولی به صورتت میاد همیشه تو حال خوبی باشی. درسته. آره یه جورایی. خب خواننده مورد علاقت کیه؟ انگلیسی اول. خواننده مورد علاقه امینم باید بگم. امینم؟ ایرونی؟ ایرونی سخته یکم. سیاوش قمیشی دوست دارم، ایبی دوست دارم. اگر از رپرها بخوام بگم بهرام، سروش، هیچکس. درسته. گوش میدم. کارهای قشنگی دارم ایرون. صد در صد. چرا توپک دوست نداری؟ توپک رو راستش موقعا گفتم. دوست دارم، کاراشو شنیدم، کسیه که سبکی اصلا. آره. صاحب سبکه برای خودش. صد درصد. و هیچ وقت اونجوری که مثلا با کاره برای مثال جیزی یا امینم تونستم رابطه برقرار کنم. درست. نتونستم هیچ وقت با کار توپاکم بتونم اون رابطه رو برقرار بکنم. شاید نمیدونم بعد نه نه به خاطر نه بخاطر این باشه، به خاطر اینکه توپاک ماره یه سال دوره خودش بوده. آره خب جیزی یا امینم ماره جیزی هم قدیمیه. جیزی هم قدیمیه؟ جیزی هم. اوکی.
ولی استایلش رو سعی کرده استایلش رو فرق میکنه. آره ما این دور است، ما این ما این زمان حال الانه. دقیقا درسته؟ شما سوال نداشتی؟ چرا من که خیلی سوال دارم. یه سوال دیگه این که تو در آینده خودت کجا میبینی؟ راستش دوست ندارم خیال پردازی کنم که بگم دوست دارم 4 سال دیگه یا 5 سال دیگه مثلا فلانجا باشم، کار مثلا خیلی بزرگی بکنم. ولی چون آینده هر کسی دست خودش، آینده تو خودت میتونی بسازی. 100% تو زندگی هر کسی بالا پایینی هستش و باید بتونی، اگه بتونی از اون سختی‌ها بگذری مسلماً آینده خوبی خواهی داشت. درست. و دوست دارم حالا که مقدار از سختی‌ها گذشتم یه آلبومی داریم کار میکنیم روش با چند تا دیگه بچه‌ها که دوره هم داریم، یه گروه نمیشه گفت، یه حالت گروهی از دوستان بهتر بگیم، جمعی از دوستان دوره هم دیگه داریم یه آلبومی جمع میکنیم. آقای بابک سعیدی چند تا آهنگاشو داره آهنگسازی میکنه. کی آقای بابک سعیدی رو واقعا نمیشته؟ واقعا استاد آقای سعیدی. و شروین یکی دیگه از بچه‌ها هستش که کار آهنگسازی رو میکنه. دوست دارم اون آلبومی که قراره بیاد بیرون مردم خوششون بیاد موفق باشه و ایشالله یه تورباس بگیریم با کل بچه ها همه ما هم ببرین، من سام اروپا رو آتیش بزنیم. به من بگو که موزیک رپ رو چجوری تعریف میتونی بکنی؟ موزیک رپ سخته بخوام تعریف بکنم چون هر کسی شاید برای خودش یه برداشتی داشته باشه. موزیک رپ باید بگم که از خانواده یه جوری از زیر مجموعه هیپ هاپه. درسته. و هیپ هاپ خودش یه نوع استایل زندگی کردنه، یه لایف استایلیه، یه طرز فکر کردنیه. و رپ تا موقعی که حقیقت توش نباشه به نظر من نمیتونی بهش بگی رپ. نظر شخصی خود منه، چون از روز اولی که رپ و هیپ هاپ شروع شده تو امریکا اعتراضی بوده، یه چیزی بوده که یه روشی بوده برای اونایی که دارن سختی میکشن، سیاه‌پوستا تو اون زمان یه روشی بوده که بتونن اعتراض خودشو به گوش دیگران برسونن. درست. به صورت موزیک. حرفای عامیانه، حرفای خیابونی که با هم دیگه مثلا شاید سر کوچه وایسن، یه نفر بیت باکس میکنه با خودش بیت میزنه، یه نفر فری استایل میکنه، شاید دو نفرم بریک دانس بکنن دور و برشون. این چیزی بوده که اون موقع داشتن و این از اونجا شروع شده و سعی باید باشه که با همونجوری نگه داشته باشه، نه اینکه پیشرفت نکنه، کار پیشرفت نکنه، ولی باید اون ریشه اصلیشون، قدیمی بودنشون، سبک قدیمی رو نگه داره به نظر من. درست. و رپ به نظر من بهترین جوابی که میشه داد بهش حقیقت، گفتن حقیقت. خب امین جان، دوست دارم بدونم که سبک لباستون یعنی کلا کسایی که رپر هستن سبک لباسشون چرا این استایل اینطوریه؟ راستش سوال چیزی نیستش که من فقط بخوام جواب بدم و جواب زیاد مطمئنی هم ندارم براش، ولی که قانع کننده باشه قشنگ بگم 100% اینه. ولی چیز از چیزی که شنیدم و خوندم رو اینترنت اینه که برمیگرده به همون زمان قدیم که سیاه‌پوستا خب فقیرتر بودن، سخت‌تر زندگیشون می‌گذشت، پدر دوتا کار داشته باشه، مجبوره که خانواده رو ساپورت بکنه، دیگه کاپشن می‌خریدن برای مثال برای برادر بزرگتر، مثلا 2-3 سال اون استفاده می‌کرد، براش کوچیک می‌شد میدادن به برادر کوچیکه، دیگه این همجور تو خانواده می‌چرخید و این یکی از دلایل شد. درست. که من شنیدم مثلا کفش می‌خریدن 2 سایز بزرگتر که مثلا داداش کوچیک بپوشه تا 2 سال دیگه هم بپوشن که پاشون بزرگتر بشه، فکر آینده بودن. آینده نگردن. و یه دونه دیگه، یکی از دلایل دیگه مثلا شلوار رو که گشاد می‌پوشن آویزونه میگن، این برمیگرده، اینم باز شنیدم یه چیز خودم 100% نمیدونم، ولی برمیگرده مثلا اینکه یه گروهی بودن از سیاه‌پوستان که میگیرنشون زندان میافتن اینا تو اون زمان و تو زندان لباسایی که بهشون میدن لباسایی مثلا گشاد بوده که مجبورن با بند کفش و اینا ببندن شلواراشونو که آویزون نباشه نیفته و خانواده ها دیگه خواستن ساپورت بکنن، همراهیشون بکنن، مثلا پشتشون باشن، اونا هم بیرون شروع کردن همینجور لباس پوشیدن، شلواراشونو آویزون بپوشن، تظاهرات مانند، آره، که جورایی مثلا ساپورت بکنن، بگن ما پشتتون هستیم، شما مثلا حالا به هر دلیلی تو زندان هستید دارید اذیت میشید، ما هم اینجا با آتیش شما میسوزیم. بعد این دیگه از یه چیز منفی، کاملا منفی، برش گردوندن به یه چیز مثبت که فشن شده الان
کل دنیا از چین و توکیو گرفته تا فرانسه و اروپا و آمریکا همه دیگه حتی تو ایران خودمون تو خود ایران هم سبک قشنگه. آره خیلی قشنگه. یه سوال دیگه، فناتون یا اونایی که شما رو دوست دارن میتونم چجوری میتونم با شما در تماس باشن؟ فیسبوک دارم، فن پیج facebook.com/biga و مای اسپیس هم هست myspace.com/bigamusic44 برای گروهی بود که قبل داشتیم دیگه موند و همین دوتا فعلا وبسایتمون هم فعلا تو راه. درست. خب امین جان امشب چی واسمون داری؟ چی آماده کردی؟ یا آهنگ هستش به اسم من و قلمم. یه کاریه که تازه ضبط کردم، تازه جمع شده با کمک راستای عزیز، اون دوستم که از روز اول با هم دیگه بودیم شروع کردیم، ما هم دیگه همکاری کردن، امشب هم همراهی میکنه و اون دارم خوشتون بیاد. حتما خوشم میاد. خیلی ممنون. با هم میریم آهنگ من و قلمم رو میشنویم با صدای امین بیگ ای. بنویس قلم حالا بنویس که من حرف زیاد دارم، هرکی خواب مونده بایستی من بیدار کنم. مثل رنگین کمون بعد بارون و باد میان بیرون تا که تازه بشن خاطره ها، کارو همه میان بیرون مثل قرص اصلا، کلی داستانا نشست پشت هر خان بسته دیگه در جا زدن از ست و گوگه ها را من هارترم. آره الان دقیقا 5 ساله که قلم اومده با بهم دست داده تا بنویسم اچی دارم توی دلم، اگه مسیرم زرد بوده پس باید بگم. آره من واسه خودم من دلم تن شده، بذار بگم که امین دلش از سن شده. داره آفتاب میشه ولی امین انو نشسته و داستان میگه. داره آفتاب میشه ولی امین انو نشسته و داستان میگه. هنو چند خط مونده که برسیم به آخر فصل پس، هنو چند خط مونده که برسیم به آخر فصل پس. صدای چرخش قلم روی تن ورق، بوی خوب که میده به من هدف، توی سرم هم مشستم با واژه ها طرف، قول میدم نکنم وقت و دیگه تلفین منم. آره تو بشناس منو، یاد باشه به خاطر بسپار منو. آره چون که حالا حالاها اینجا من کار دارم، توی چشم دشمنو مثل خار باید باشم. پس رو بشین و گوش کن، یه سیگار دیگه بردار، روشن کن دوش کن، صدا بلند کن رو ببر بالا برسه به سر تا که ماه و ابر و خوکی تمه بریزه به هم. اون وقت شاید فقط شاید قلم واسه هم و فقط واسه این که کنه براندازه، چون این قلم نمیفهمه تمه خستگی، خیلی وقت نچشیده اون تمه خنده ای. داره آفتاب میشه ولی امین انو نشسته و داستان میگه. داره آفتاب میشه ولی امین انو نشسته و داستان میگه. هنو چند خط مونده که برسیم به آخر فصل بس، هنو چند خط مونده که برسیم به آخر فصل بس. داره آفتاب میشه ولی امین انو نشسته و داستان میگه. داره آفتاب میشه ولی امین انو نشسته و داستان میگه. هنو چند خط مونده که برسیم به آخر فصل بس، هنو چند خط مونده که برسیم به آخر فصل بس. آفتاب میشه داستان میگه. مرسی. داره آفتاب میشه. عالی بود، خیلی ممنون. مرسی. ممنون. آهنگ زیبای من و قلمم با اجرای عالی امین بیگ ای و راستای عزیز. مرسی بچه واقعا خیلی ممنون. از بچه ها دعوت میکنیم مثلا به میز دسرمون بیاد. میز دسر دقیقا. مرسی. خیلی ممنون. ممنون. مرسی. مرسی راستای جان. مرسی. ممنون. خیلی ممنون. اینم میز دسر ما، اینم کیک تانکسگیوینگ ما، درسته؟ روز شکر کیک کدو حلوایی خوشمزه. دوست دارین کیک بچه‌ها؟ 100%. حتما. عالیه. خب تا کیک رو ببریم یا نبریم؟ آخرش رو ببریم؟ نه بعد میبریم، وقت نداریم. برنامه‌های شنبه‌مون رو می‌خوایم معرفی کنیم. قسمت اول و دوم دیتینگ با سحر و یادتون نره که